سلام، برعکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم. آقا امروز اومدیم میخوام راجع به چی براتون صحبت کنم؟ راجع به کار و مار و بیزنس. ولی قبل بیزنس یه حرفای خنده‌دار داره امین میزنه راجع به رضا که عروسی کرده. خب بگو ببینم چی شده. میگی دخترها خودکشی دارن میکنن به خاطر یارو؟ آره آقا، اول اینکه اصلا چند هزار تا دختر تازه فقط چند تاشون خبراشون مثلا اومده، فکر کن چقدر بودن که خبراش پخش نشده، خودکشی کردن. رضا رو اولین باری که در واقع دیدم تو گروه آریان بود، بعد من معلم گیتارم هم مال گروه آریان بود، من اونجا دیدمشو. بعد چند تا مهمونیامون اومد گیتار میزد تو مهمونی ها و اینا. خب پسر خیلی خوبیه و اون موقع هم خب خیلی به قول معروف چیزی که الان هست نبود، اون موقع تازه شروع کرده بود و امیدوار بود بتونه مثلا پول اجاره شو بده. قرار نبود انقدر گنده بشه، نه که قرار نبود، هنوز انقدر گنده نشده بود، ولی الان که انقدر گنده شده میکسنس میکنه دیگه، چون این سری آدم ها واقعا عاشق میشن توی در دنیای مجازی. آخه یک سری از آدم ها عادیه خب، ولی این که مثلا طرف 3 میلیون نفر از فالووراش کم شده سر خبر. چند تا فالوور داشته قبلش؟ 15.5 میلیون. بعد شد 12 میلیون؟ بله. 3 میلیون آدم آنفالوت کنن بعد از خبر ازدواج، یعنی این که مثلا 3 میلیون نفر میخواستن تو رو دیگه. بعد چون اونو که مونده اونو هنوز میخوان، اونو میگم با زنم قبولت داریم، اینو میگم ما فقط خودمون میخواستیم. آره، بعد فاجعه داستان اون خودکشی است. میگم دیگه، آخ خیلی هم خوشگله خداوکیلی، یعنی مثلا برای مخصوصا برای پسر ایرانی اینه پل اینه شیر میمونه قیافه، شیر ماده البته، نه شیر نر ببخشی، شیر مرد. اون همه اتفاق اینا افتاده، بعد یه چنل تلگرامی زده شده، حدس میزنی چی باشه؟ بریم زنه رو تحتیب شو بدیم؟ نه، روز شماره جدایی محمد رضا گلزار. خاک بستم. چند نفر الان تو اون گروه هم دیدی؟ خود این گروه رو یادی؟ فقط شنیدی. 84 نفر. بعد توضیحات گروه چیه؟ تلخ‌ترین اتفاق زندگیم بود تا روزی که طلاق بگیره منتظر میمونیم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه آدم عروسیش انقدر وایب منفی بیاره، انقدر همه. آره. بعد توییتر رو ندیدی سهیل؟ توییتر اینجوریه که مثلا مثل این که زنش زنجانیه، میگه که نمیدونم دختر تو چیکار کردی که محمد رضا گلزار رو از تو دبی کشوندی زنجان، بیا به ما دعا نویست و معرفی کن. بعد یه جوکی در مورد توه که محمد رضا گلزار 46 سالشه دیگه، این دختر 23 سالشه. بعد این جوکی پس وقتی دختره بشه 46 محمد میشه 92. حالا گوش کن، این جوکه اینجوریه که مثلا دیدی همه میان مینالن نیمه گم شدم نیست، نیمه گم شدم نیست. این جوکه اینجوریه که شما زیاد دنبال نیمه گم شده نگرد، شاید هنوز به دنیا نیومده. چه بنده خدا، ولی خیلی خوب بود. چه کاریه تو 46 از عطا دیگه، دیگه گنگ تنگ کار دیگه. تا 46 فقط دختر بازی کرده، 46 تا حالا یا دیگه گفت دیگه بس دیگه میخوام زن بگیرم و بچه داشم، ولی سن خیلی بدی گرفته. چی؟ الان تو تلگرام سرچ کردم خب روز شماره جدایی، همین تا همین جدایی سرچ کردم، 3 تا چنل ورده، 3 تاش رضا گلزاره. یکیش 1500 نفر، یکی 1500، یکی 1005، یکی 600. حالا من که امیدوارم به پای هم به قول معروف پیرشن و خوشبخت باشن، ولی نشون میده که میتونی موفق باشی، خوشبخت هم باشی، خوشگل و خوشقیافه و اینم باشی، ولی هنوز مغزت نتونه یه اطلاعات جدید رو یاد بگیره. یعنی آدم با این هم پیجا
وایسا این آدم با این همه شعور و کثافت و این همه با همه درسی رفته دختر 23 ساله گرفته. من با دختر 23 ساله کاری ندارم که آره جوون بوده و ممش گنده بوده احتمالاً، حالا ممش گنده که نه، ممش آویزون نبوده بگم بهتره، ممش آویزون نبوده و نمیدونم فلانش مثلا دست یک باشه یا مثلا دیگه برند نیو باشه، چیو ساکریفایس کردی؟ چون دختر 23 خیلی کوچیکه، یعنی واقعا هنوز بچه است، هنوز نمیفهمه بچه گوی بخوره زندگی خودش. بعد این 7 سال دیگه با تاثیرات تو بزرگ میشه، یعنی این با این قدرت مشهوریتی که این رضا داره رو دختره تاثیر میذاره تو 7 سال دیگه و کاملا این آدمو عوض میکنه، یه آدمی میکنه که دنبال اتنشن باشه و دنبال معروفیت باشه و این حالت توی همچین دنیای واردش میکنه، تو چش باشه و بعد چی میپوشن مهمه و از من عکس میگیرن و اینا. ولی اگه دختر مثلا بزرگتر گرفته بود 27 مثلا 33 تون سنو گرفته بود، دختره خودشو میشناخت دیگه، دختره مثلا میگه من اینجوری ام من اونجوری ام، این دختره الان فکر میکنه خودشو میشناسه، میگه من میدونم و اینا، ولی عمرم بدونه. میگم اونم الان فکرش اینه که زن محمد رضا گلزاره، میدونی؟ خب همین بده دیگه، یعنی اون برای محمد نیومده، اون برای معروفیت اومده و آره. توی سنی هم هست که اصلا، حالا من پوینتم همینه، مثلا این دختر تو سن 23 سالگی عاشق آدم معروفه، واسه همین اگه یارو معروف شه دیگه اوکیه. این همین آدم دختر تو سن 30 سالگی امکان داره از شهرت متنفر باشه به خاطر اون تاثیرات 7 سالگی که گفتم قرار به خاطر همین محمدم روش بیاد. واسه همین به نظر من از نظر زندگی کار اشتباهی کردی، رفیق کسی رو پیدا کردی که نه تو میدونی کیه نه خودش میدونه کیه، فقط به خاطر اینکه یه خورده به قول معروف جوان‌تر بوده. خب عقده ای 46 سالته دیگه، 20 سال فقط صبح و شب ترتیب دختر دادی دیگه، الان رفیق بازم زنگ گرفتی به اسم اینکه دختر جوان باشه. خب به نظر من کار احمقانه است دیگه، به نظر من کارش احمقانه است. من دو قرونم میذارم تو کار احمقانه، ولی امیدم اینه که موفق باشی و لاتاریت ببره 7 سال دیگه و زنه با هم مچ بشین و مثلا پاره کنین. ولی نه که بعید میدونم لاتاریه، از اینی که نمیدونیم چی میشه خوشحال نیستم. و یه آدمی که تو سن 46 سال است و سال بعد سال 2000 یه بعد یه خورده شورش بیشتر باشه، نه اینکه دوباره من جوون میخوام مثل اون اولاق کیه توی بازیگر تایتانیک کی بود پسر خوشگل لئوناردو دی کابریو، فقط داخل 18 سال 19 سال نمیزنه، فقط مثلا 30 سال آمارش هست فقط داخل 18 19 میزنه. بس دیگه خیلی خوب دیگه که معروفی اوقاتم خالی کردی دیگه، یه خورده با عقل برو جلو، داری خانواده تشکیل میدی، به فکر بچهای آینده‌ات باش، فکر اون باش، فکر اون باش، فقط با این نفع جلو که یه دختر پیدا کنیم که جوونه و من عاشق شدم. حالا یه شمولش رو خیلی خوب ساک میزنه یا تو باهاش حال میکنی، اصلا معنی واقعی نمیتونه بشه این رابطه، چون میگم طرف خودشو نمیشناسه هنوز، هر کیم که دوستانه 23 فکر میکنه خودشو میشناسه و گوسفنده. حالا یکی از فن پیجاش من رفتم رندوم رضا گلزار فن سرچ کردم، یه دونه اومد زدم، خب یه هایلایت داره من و آقا رضام. حالا ببین چی نوشته این کیه الان فن پیجه؟ آره فن پیجه. آها. من تا 3 روز پیش نمیدونستم چه خبره، مامانم 3 شب اومد اتاقم به بدبختی این قضیه رو بهم گفت، 3 روز تو بیمارستان بودم، از حال رفته بودم. شاید الان بگید این مسخره بازیات چیه، ولی اونایی که فن رضا بودن درک میکنن، لطفا مسخره نکنید، عقیده خودمه به خودم ربط داره. تو نظر چی راجع به این چیزی که خوندی؟ دیوونه بازی دیگه، مطمئنم پشت این مت یه دختر 15 ساله نشسته مثلا، میدونی 3 روز تو بیمارستان بودم چون محمد رضا گلزار زن گرفته. نگو الان بفهم 15 میگه 15 ساله میتونم بگیرم، حیف. حالا همون پستش عکس گلزار رو گذاشته با زنه، رو صورت زنه زبدر زده. خب بعد نوشته آدمی، ببین تلفن داره همینجوری ویز ویز میکنه، به اون پتیاره بگو اینقدر زر نزنه. به خدا که من میوت کردم. اینی دخترها واقعا رو اعصاب اینا، اینی نیستینم که کاراتون تخمیه. خب دعیش یه دونه مسیج بزن دیگه، سلام خوبی امین های، خب عیوس بنویس جمله تو بس سندو بزن، انگار من تو کانادا کانورسیشن رو فهمیدم. بیب 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 بیب، واقعا ریدم تو سرتون که انقدر اسکل این دخترو. البته فقط دختری اسکل دارم، من اینو دوباره تکرار کنم، پسر اسکل اینجوری هم داریم، البته به مراتب کمتر. آره
آخه جی مردم یعنی حالش بگو دیگه آخه گوشش گوانتو تایم کامل بنویس بعد بفرست. آره اینجوریه که سلام خوبی چطوری حالت چطوره کجایی چرا بعد اونایی که فینگلیش تایپ میکنن دیدی سلم خوب و اون که خیلی دوزیه میزن SLM یعنی واقعا تای دوزیه ولی دمت گرم میگه میتونی بزنی. من اصلا مقدم نمیکشه اونجوری بزنم چون خسته میکنم بعد بشم فکر کنم اعویاد بکشم خب میزم SALAM دیگه کونی بازی چیه SLM سلم. اولین باری که از اینا گرفتم خواهیه کردم اومد رو چه اتفاقی داری میفته و فهمیدم او نه یه چیز داری توش در میداد توش. بعد حال ادامهش رو اصلا دیدی چطوری هم میرسن چته چته. آره بعد نه الان فوش دادم این دختر تو بخاطر اینکه ساعت 3 صبح بود. الو کاردر ام پاشا پاشا کاردر این ده اوس بیا اینجا سلام بکنین کام این سی های انگو برعکس این پاشا با دوستش کارده بست فرند پاشا کارده دنم. سلام همه خوبید این دوست من کاردره هی چون سی سلام سلام that's how you first but say it inside this سلام you got it نم دیگه go have fun میگه دوستش میگه آخه چون ما قراره تو یوتیوب باشیم خیلی باره خلاصه داشتیم صحبت میگهیم. آره داشته من پوست گذاشته خب بعد رو صورت دختره زب در زده اوکی این دختره الان میشه زن محمد گلزار. آره بعد نوشته آدمی که تو ویدیو مقابلت ایستاده عشق واقعی نیست نگاهت به این آدم عاشقانه نیست تو حق قلب منی عشق واقعی منی دلت با منه دلت به دلت دلم به دلت تکیه کرده تنها کسی که میتونه به تو بگه پذیرا میشوم منم. حالا یه چیزی که هست این خیلی جالبه اینو من چندین بار دیدم حالا از چش خودم هم حتی بیشتره چش بقیه هم دیدم کسایی که فن آدم میشن وقتی از جلو میبیننت یه خورده میخورد ذوقشون خیلی جالبه برای اینکه تو رو روی شخصیت های مخصوصا بازیگرا روی فیلم ها کاری که تو فیلم ها کرده و اینا با یارو علاقه پیدا میکنن من مثلا میگم میان خونه یارو آروغ میزنه من از غذا بعد یارو میرینه تو خودش میگه what the fuck بعد هی اضافه میشه بعد یارو بعد از دو هفته میگه بابا تو که شبیه که رفیقای مایی این مثلا این غلام میمونی فقط فرقش اینه که تو تلویزیون فیلم بازی کردی غلام سوما میره مثلا میگم راهن کار میکنه تو سوما میری صدا سیما کار میکنی فقط فرقتون همینه ولی آدم ها تو مغزشون یه قول میسازن از اون کاراکتری که دارن من راجع به بعضی موقع راجع به خودم میخونم مثلا وبسایت راجع به من چیزی مینویسن حتی اخبار یا مثلا بایوگرافی مون مینویسن بعد داشتم میخونم یکیشونو انقدر راجع به من خوب نوشته بود من میخواستم برم با اون آدم دوست شم گفتم این کی انقدر باحاله ولی من بودم خب ولی من نیستم اون آدمی که اون دیسکرایب کرده بود ولی آدمی که میاد مثلا میره اینجوری میخونه و اینا با اون آدم به اون آدم علاقه پیدا میکنه بعد باز این دختره مسیج زد مادرشو هرزه بعد دیگه بذارم میوتش کنم بلاکش کن این دختر رو ساعت 3 صبح گیره این دختر خطرناکه اینا این نشون داره میده از الان دختر از این دختر کلیده است یعنی این یارو که الان چیز زده بود من قلب تو مال منه و حقیقی نیست و از این حرفا این دختره این که تو مسیج میزنه آیندهش میشه اون باورم نمیشه محمد رضا گلزارم نشدیم 3 میلیون نفر عاشق اونشن چه ببین چه عشق دزدیه که تو یه شب بیخیالت شدن آخ آره دیگه آخ ولی اونی که نوشته بود من پات میمونم خیلی سم تا پای طلاقت میمونم منتظر طلاقت میمونم خیلی جالبه خیلی جالبه من واقعا نمیدونستم مثلا چی شده من تو گفتی معرض عروسی کردی گفتم واقعا یه به تخم چیکار کرد عروسی کردی من چه ربطی داری داستانا که تعریف کردی پرکور کم نیق چه اتفاقایی که نیفتاده 3 میلیون نفر من فالو کردن اصلا باور نکردنیه من اصلا پشمام ریخته چون 30% تقریبا میتونی بگی دقیقش میشه کمتر ها ولی یه عدد خوبی 15-20% یهو اینو چیز کردن آنفالو کردن خیلیه
تازه ببین قشنگ مثلا اینجوریه که 7-8 میلیون هم وایسادن طلاق بگیره. آره اونم که وایسادن طلاقی هن. ببین دخترم میوت نکردی این دروغ میگه. ببین امینم جاکشه که همین دختر اینجوریش میافتن. اگه امین یه خود آدم حسابی بود اگه پلتفرم دیگه پیام اومد اونم بلاک کن. امشب 7-8 از دوستات دست میدی به خاطر گلزار. خب آقا من فقط یه خلاصه بندی بکنم. من میخواستم این ویدیو راجبه بیزنس صحبت بکنیم ولی اصلا این داستان انقدر جالب بود دیگه شد راجبه محمد. مسیج شخصی من به محمد اگه خیلی کسی خواست یه تیکش رو کات کنیم فوروارد کنیم بهش شاید ببینه. داداش عزیز دمت گرم. این همه کس کردی باز چی رو نرسید که کدوم سنین عاقل میشن؟ باز رفتی زیر 30 سال گرفتی که خودتو بعدن در خطر بندازی. امیدوارم لاتاییت ببره و اشتباه بگم و تو خوشبخت باشی وقتی که خانمت 30 سال شد. ولی اگر نشد و خار اعصابتو گایید یاد باشی یکی بهت گفت از دور چاکس.